أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك آمين يا رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف إمام زمان زیارت می کنند این چنین جدشان را سلام کسی که اگر با تو بود در کربلا جان خودش را فدا می کرد در برابر شمشیرها وجودش را سپر بلای توی سید الشهدا می کرد امام زمان امام معصوم این چنین جدشان را زیارت می کنند سلام من لو کان معک بالطفوف سلام کسی که اگر در تو با تو در سرزمین تف کربلا یعنی بود لوقاک بنفسه حد السیوف بنفسه رو من الان جای معنا کردنش نیست یعنی خودش رو فدا میکرد در برابر شمشیرها قرار میداد تن و بدنش را تا ضربه شمشیر به شما سید الشهدا نرسد و بذل حشاشته دون کل الحطوف
و حتی اگر نیم جان هم بود در اون حالت احتضار هم خودش را سپر بلا می کرد. خوشاشه یعنی انسانی که نیم جان است در حال لحظات احتضارش رو میگذرانه، اون نیمه جان باقی مانده در تن رو میگن خوشاشه. حضرت امام زمان صلوات الله و سلام علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف میفرماید سلام کسی که اگر در تو بر در با تو در کربلا بود، حتی اگر نیم جان نی داشت، حتی اگر در لحظات احتضارش هم بود، سپر بلای شما سید الشهدا میشد. و بقیه که موضوع بحث امشب بنده هست، چون قول دادم هر شب یک فراز از زیارت ناحیه مقدسه رو قرائت کنم و متبرک کنم، مجلس رو انشاءالله با زیارت ناحیه مقدسه قرائت کردم خدمتتون. اما برسیم به بحث اصلی این شبها که سیمای حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه بود در قرآن کریم و در آینه سوره مبارکه فجر. شب گذشته پیرامون و الشفع و الوتر آیه سوم صحبت کردیم. برای دوستانی که خب طبق روال ماه محرم این چنین از تجارب ما نشان می‌دهد، هر شب عده‌ای از دوستان افزوده می‌شوند و ممکن است سر رشته بحث دست دوستان نباشد، بنده هر شب 5 دقیقه ابتدایی رو اختصاص می‌دم به مرور شب‌های گذشته بسیار فشرده و سریع. سوره مبارکه فجر، عرض کردیم، سوره است که بنا به فرمایش امام صادق صلوات الله و سلام علیه تماماً از نخستین آیه، از نخستین کلمه و الفجر تا پایان در شأن سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه هست و در شأن قیام حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه. عرض کردیم آیه اول که و الفجر است یعنی سوگند به سپید دم، فجر یعنی سپید دم. حضرت فرمود سپید دم، آن سپید دمی را خداوند بدان سوگند خورده است که خرج منها ابا عبدالله من مدینت جدهی خائفاً یترقبو، همانند موسی که هجرت کرد از شهر خودش، حضرت سید الشهدا در حالی که بیمناک بود و هراسناک از شهر جدش رانده شد، خداوند به آن سپید دمی که تجلی غربت حسینی سوگند یاد میکند و غربت سید الشهدا رو در حقیقت خداوند تبارک و تعالی بدون سوگند میخورد. واللیل والفجر ولیال عشر، و شبهای دهگانه، قسم به شبهای دهگانه. توضیح عرض کردم مفصلا که این شبهای دهگانه تنها دلالتی که میتوان تصور کرد ده شب اقامت حضرت سید الشهدا، ده شب آغازین ماه محرم است که حضرت در صحرای کربلا اقامت گزیدند و پیش ده شب پیش از شهادت حضرت است که عرض کردیم وجود مقدس معصوم می‌فرماید که کل لیلت من تلک اللیالی کانت لیلت قدر فکانت تتنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. عرض کردیم مگر این که اون تقدیراتی که در شب قدر رقم میخورد در این شب رقم، در این ده شب رقم نمیخورد، اما تمامی ملائکه از جمله ملک روح که تنها و تنها یک شب در سال بر زمین نازل میشود، در این ده شب بر سید الشهدا نازل میشدند. عرض کردم در اون شب، چون چند بار سوال کردن و فیلم هم که پخش شد از شبکه، چند نفر سوال کرده بودند که چطور می شود شما مدعی هستید که فرشتگان بر ائمه شما نازل می شن؟ بله ما مدعی هستیم. چرا همین جبرائیل علیه السلام بر مریمی که پیامبر هم نبود نازل شد؟ مریم که پیامبر نبود، جبرائیل نازل شد که هیچ به شکل بشری، به هیئت انسانی بر او ظاهر شد. بنابراین با مبانی قرآن کریم، مبانی توحید و مبانی دین اسلام هیچ منافات نداره که هیچ مؤید قرآنی هم داریم. این هم آیه دوم، ولیال عشر
و شفع و الوتر. آیه سوم دیشب عرض کردیم و شفع رو عرض کردیم به معنی زوج و فرد دو و یک. عرض کردیم دو تفسیر ذکر کردن معصومین، شفع یعنی وجود مقدس حضرت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه و حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها، شفع یعنی دو و یک مولود این دو بزرگوار که حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه باشد یک معنا، و معنای دیگر به اینجا رسیدیم که علی اکبر سید الشهدا و علی اصغر که در کنار سید الشهدا در سرزمین کربلا هستند، این دو شفعند و وتر که پدرشان باشد حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه، آن وتری است که خداوند به او سوگند یاد می‌کند. علی اصغر سید الشهدا بر روی سینه حضرت و علی اکبر پایین پای حضرت در یک جا جمع. من عرض کردیم آیه قرآنی موسی وقتی میرسد به آنجا به سر آیاتی که قرائت شد، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، موسی در بیار آنچه بر پای داری، یعنی نشانه کامل خضوع و خشوع است که اینجا در وادی مقدسی، وادی هستی که شفع و وتر در اینجا مدفونند، که عرض کردیم معنی این هست. اما امشب همین رو بحث رو من فقط ادامه میدم، چون بنا دارم هر شب یک آیه رو بگم. امشب و لیل اذا یسر است نوبت این آیه است. فقط از بحث دیشب این تکه باقی موند که عرض میکنم امشب و سریع رد میشم. این بخش که موسی از خداوند تبارک و تعالی، خداوند او رو در همین آیاتی که قرائت کردم در آغاز بحث، خداوند مأمور میکند موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو که برو به فرعون و به فرعون چنین بگو و چنان بگو. موسی میگوید وزیری برای من قرار بده. خداوند در جاهای دیگر قرآن کریم بارها اشاره می‌فرماید به الطافی که به موسی داشته است. موسی می‌دانید در میان پیامبران حالت بسیار ویژه و استثنایی دارد. کسی است موسی، پیامبری است که از آغازین لحظات تولد مورد لطف و عنایت است، حتی پیش از تولد. این که مادر او باردار به موسی است پنهان نگه داشته می‌شود. بعد موسی در قصر فرعون بزرگ می‌شود و آن ماجراها، و بعد موسی فرار میکنه از شهر فرعون، مهاجرت میکنه. به هر حال به خاطر اون سلسله پیش آمدها و اتفاقایی که افتاده بوده، اینجا یک خواسته از خداوند تبارک و تعالی داره که برای من وزیری قرار بده، زبانم را گشاده بدار بر این فرعون که میرم پیغام بدم، خدا و وزیری برای من قرار بده. خداوند تبارک و تعالی میفرماید که هارونی که خود موسی درخواست کرده بود، این باشد وزیر تو، برادر تو و همراه تو بیاید. یک بخشی داره و یک فرازی داره که این فراز رو امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه بسیار جالب توضیح میده. میفرماید خداوند در آخر که فرمود قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، موسی آنچه میخواستی رو بهت دادیم، همین که میخوای، میخوای هارون وزیرت باشه، هارون وزیرت باشه. ولقد مننا عليك مره اخرى، خداوند جاهای دیگه که به موسی رو مورد لطف قرار میده، به تعبیر عامیانه بخوایم بگیم به رخش نمیکشه، ولی اینجا به رخش میکشه. ولقد مننا عليك مره اخرى، یه بار دیگه مننت سرت میذاریم، یه بار دیگه هم بهت لطف میکنیم، اینم خواسته رو بهت میدیم. برو با هارون، هر کاری میخوای پیغامی برسونی برو با هارون برسون، هارون وزیر توست، یار توست، برادر توست، ما یک بار دیگه منتمون و نعمتمون رو بر تو تمام میکنیم. امام عسکری صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان الله من علی موسی لانه خضع للحسین، برای اینکه موسی اون نعلین رو در آورد از پاش، فلواد المقدس طوا، شایسته این شد که مورد منت و لطف خداوندی قرار بگیرد. وقتی ابزار خشوع در برابر سید الشهدا در سرزمینی که هنوز ظاهرا سید الشهدا تازه درش مدفون نشده، چقدر بعد این اتفاق میفته؟ میفرماید ولقد مننا علیک مرتن اخرى، بخواد یادآوری کنه نعمت رو که در این جایگاه که هستی، در سرزمین مقدس که هستی، در کربلای سید الشهدا که هستی، وسائل احترام رو، خضوع و خشوع رو به جای آوردی. ولقد مننا علیک مرتن اخرى، و ما پاداش میدیم.
و ان الله مع الشاکرین و ان الله یجزی الشاکرین. شکر کردی، خضوع کردی، خشوع کردی و اون دستور رو انجام دادی در سرزمین مقدس، شایسته لطف دیگری از سوی ما شدی. این از بحث دیشب مانده بود درباره شفاعت. حیفم آمد عرض نکنم، حدیث بسیار جالبی. عرض به خدمت شما که آیه بعد و لیل اذا یسر، خداوند تبارک و تعالی می فرماید سوگند به سپید به شب آنگاه که سپری شود، تمام شود. و لیل و سوگند به شب، اذا یسر، یسر یعنی سپری شدن، سیر کردن، آنگاه که شب سپری می شود. اینجا یک نکته هم هست در ادامه بحث بهش می رسم که اذی که اینجا آمده ما میگیم در حال سپری شدن، اما خداوند در حقیقت میفرماید سوگند به شب که آنگاه که تمام شود. در اون لحظه‌ای که تمام شود رو خداوند سوگند میخوره. اما اول ببینیم این شب چیه. واللیل، اگر بخوام درباره این شب توضیح بدم حقیقتا خیلی بحث طولانی میشه و گسترده و دامنه‌دار. نمیتونم به قول خودم که هر شب یک آیه پایبند بمونم، بنابراین سعی میکنم خیلی خلاصه عرض کنم، روایات رو عرض کنم و رد بشم گذرا، که به قول خودم بتونم عمل کنم و پایبند بمونم و فردا آیه بعدی رو بهش برسم. از وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلام علیه پرسیدند که این لیل و لیل اذا یسر چیست؟ چند معنی حضرات معصومین ذکر کردن برای این لیل و چند برداشت در حقیقت تأویل میشود کرد از مفاد کلام معصومین. حضرت فرمودند لیل شب از آن لحظه ای آغاز شد. ان اللیل لیل امت محمد، شب شب امت محمد است. الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و شب، و منظور از شب روزگار سیاه امت محمد است بعد از این که سبت پیامبرشان را ناجوان مردانه غریبانه با لب تشنه به شهادت میرساند. فإن ذلك الليل لا یسری، اون شب تمام نمیشود الا به ظهور القائم، قائم آل محمد که میآید، عجل الله تعالی فرجه الشریف. آن شب تمام می شود و لیل، حالا اذا یسری که در آخر آیه است، آن و قسم به شب آنگاه که تمام شود. شب شب امتی است که سبت پیامبرش را به شهادت می رساند و باید تاوان کفران نعمت بدهد. امتی که قرائن و شواهد نشان می دهد امروز هم اگر پسر پیامبرش در میان او بود شکر نعمت به جای نمی آورد. ببینید احوال امت اسلامی رو، ببینید روزگاری رو که ما درش به سر می بریم، ببینید سیاه روزی ها و تیره بختی هایی که بلا فاصله بعد از قیام عاشورا. ابن خلدون یک مورخ اموی است، ارادتش به ابو سفیان، معاویه و یزید علیهم لعان الله و ملائکته اجمعین بر هیچ کس پوشیده نیست، خودش هم پنهان نمی کند، خودش رو اموی می داند. تاریخ ابن خلدون و به ابن خلدون رو به تعبیری در آن روزگاران یکی از نخستین مورخان اسلامی می دانستند. این ابن خلدون می گوید که دقیقاً نمیتوان گفت از چه زمان امت پیامبر، یعنی میخواد ریشه یابی کنه اسباب این جنگ ها و منازعاتی که در داخل امت اتفاق افتاده، خودش رو جامعه در مقام یک جامعه شناس قرار میده. در محافل آکادمیک امروز در دانشگاه غربی هم ابن خلدون رو پدر علم جامعه شناسی میدونن، حالا در عرف خودشون. ابن خلدون میگوید که دقیقاً نمیتوان مشخص کرد که امت اسلام از چه زمان رو به پس رفت نهاد، اما مسلم است که
قتل حسین ابن علی سرآغاز روبه زوال نهادن احوال مسلمانان بود. یکی از اصلی ترین ریشه های روبه زوال نهادن، زمانش رو نمیگه، اما یکی از اصلی ترین ریشه ها رو چه میداند؟ قتل حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه میداند. این که خودش امویه، خودش در هواداری از معاویه، ابو سفیان و یزید کوتاهی نمیکنه و جای جای کتابش از اونها تعریف و تمجید میکنه، اما به اینجا که میرسد میگوید که قتل حسین ابن علی سرآغاز مشکلات، سرآغاز بدبختی ها و گرفتاری ها برای همین دنیای مسلمانان هم شد. واللیل، خداوند سوگند میخورد به این شبی، به این چنین شبی که ما داریم لحظاتش رو یک به یک فریم فریم داریم سپری میکنیم و ببینید نسل‌های مسلمانان چه کشیدن. نه نسل‌های مسلمانان، حالا کاش نسل‌های مسلمانان فقط بود، حتی ادیان دیگر هم گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها کشیدند. از حالا عرض می‌کنم نمونه‌های تاریخیش رو. بعد از این که حضرت سیدالشهدا صلوات الله و سلام علیه به اون وضع فجیع شهید شدن در کربلا، یزید که دید این امت اسلامی هنوز بعد از 60 سال از هجرت پیامبر اینقدر بی غیرته، حمله کرد به مدینه. مورخین نوشتند در مدینه غیر از بانوان بنی هاشم که حضرت امام سجاد صلوات الله و سلام علیه لشکری کوچک جمع کرد و دفاع کرد از محله های بنی هاشم و کسی جرأت نکرد حمله کردن، خانه ای نبود که زنش، ناموسش و عرضش بهش تجاوز نشه در مدینه توسط لشکریان یزید که حمله کردن به مدینه. خانه مقدستر از کعبه نیست. وقتی یزید بی غیرتی مسلمانان رو دید، دید چگونه حسین ابن علی که اون تعریف ها، اون تمجید ها رو حضرت پیامبر و فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها، امیر مؤمنین، اون سفارشات رو نسبت به اونا کردن، این بلا رو یزید به راحتی میتواند بر سر سبط پیامبر بیاورد، غریبانه مظلومانه در کربلا شهیدش کند، به تعبیری در حداقل در تعبیر ظاهری آب هم از آب تکان نخورد، برگ غیرت این مسلمانان هم بر نخورد، لشکر درست کرد، کعبه را، مقدس تر از کعبه که نداریم در عرف همه مسلمان، حالا برای ما شیعه ها ممکنه کربلا جایگاه ویژه و خاصی داشته باشه، اما در نزد تمامی مسلمان ها که از کعبه مقدس تر نداریم، که کعبه را به منجنیق بستن. در یزید کعبه را به منجنیق بست. مقدسترین مقدسات مسلمانان بعد از حسین ابن علی به بازیچه گرفته شد و مورد بی‌حرمتی قرار گرفت. این مقدسات ظاهری، جان، ناموس، آبرو و مال مسلمانان امنیت نداشت. در محاورات بین یزید و ابن زیاد هست که یک سالی، در همون سالهایی که ابن زیاد حاکم بود، تعریف میکنه ابن زیاد برای یکی از مشاورینش که میگه یزید خراج رو بر کوفیان زیاد کرد. گفتم یزید، این که تو خراج رو زیاد میکنی صدای این ملت در میاد، میترسم این کوفیان خودشون هم مشکلات دارن، خودشون هم سر قضیه کربلا گناهکار میدونم، میترسم بشورند بر تو. یزید میگوید کوفیان که هیچ، میگه یزید، نامه هست، نامه مکتوب تاریخی، کوفیان که هیچ، امت اسلام گویی یادشان رفته است، محمدی بوده است، امر به معروفی بوده است، نهی از منکری بوده است، بی خیال مسلمانان، هر چی میخواهی بر این اهل کوفه بتازون، هر کاری میخوای بکن، صاحب اختیاری. ولات، کسانی که فرماندار بودند در تمامی ایالتها، اختیار تام گرفتند برای اینکه هر چی میخوان خراج ببندند، هر کی رو میخوان قتل عام بکنند. تمامی شورش ها به بهانه اینکه وقتی حسین ابن علی رو شما برچسب خارجی و کافر بزنید، دیگه از به طریق اولا هر کس دیگه رو میتونید در میانه اون امت برچسب خارجی و کافر بزنید و بکشید، از دم تیغ شمشیر بگذرونید، کاری نداره،
سیاه روزی امت آغاز شد و رقم خورد. حدیثی رو بنده شب اول قرائت کردم از جناب ابوذر، چون مناسبت دارد امشب هم قرائت میکنم، فقط اون بخشی رو که مورد توجه و مورد بحث امشبه تکرار میکنم. جناب ابوذر وقتی به ایشان گفتند یا ابوذر تحمل کن این که تو را به ربزه تبعید میکند عثمان لعنت الله علیه و تو شکنجه میشوی، تحمل کن، اینها در راه خدا چیزی نیست. ابوذر خب آمده بود، حضرت سیدالشهدا امیر مؤمنان و امام حسن مشتبه آمدن بدرقه ابوذر، ابوذر اشک در چشماش حلقه میبندد، نگاهی میکند به حضرت سیدالشهدا، میگوید آنچه من امروز میکشم در برابر آنچه این فرزند رسول خدا حسین ابن علی خواهد کشید هیچ است. میگویند چطور ابوذر؟ میگه حدثنی امیر المؤمنین، امیر مؤمنین برای من گفت. امیر مؤمنین هم شاهده، تکذیب هم نکرد، اول عیاذ بالله که ابوذر بخواهد خدای نکرده سخن نادرستی بگوید، که پیامبر درباره ابوذر فرموده از زیر این آسمان زبانی راستگوتر از زبان ابوذر نیست، در همون زمان خطاب به مسلمانان فرمود، یعنی قول معصوم رو نقل میکنه، تقریر معصوم و تایید معصوم هم ابوذر داره. ولکن کیف انتم اذا قتل الحسین ابن علی، شما امت چیکار میکنید اگر حسین ابن علی که در برابر شماست الان اینجا ایستاده شهید میکنید، شما امت شهید میکنید حسین ابن علی را. والله لا یکون فی الاسلام اعظم قتیلا من، در اسلام کشته ای بعد از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بزرگتر و عظیمتر از اون نیست. و ان الله، اینجا جای حدیث، جای سخن من، شاهد کلام من همینجاست، و ان الله سیسل سیفه على هذه الامه لا یغمده ابدا، و خداوند وقتی شما امت مرتکب این جنایت شدید شمشیر لعنتش را، شمشیر سیاه روزیش را بر شما امت برخواهد انگیخت، از نیام بیرون خواهد کشید، این شمشیر در غلاف نخواهد رفت، شمشیر لعنت الا به ظهور قائمهم، مگر با ظهور مهدی موعودشان، والذی هو التاسع من ولد هذا، اشاره میکند به حضرت سیدالشهدا صلوات الله و سلام علیه. و بعد ادامه حدیث که فینتقم من الناس، فینتقم من قتلت الحسین، که او انتقام میگیره، و لیله، اون شب بود، اذا یس، اینجا شب رو به اتمام میگذاره، شب دیگه تمام میشه با ظهور مهدی موعود که منتقم خون سیدالشهدا است. و این تعلق عجیبی است که حضرت مهدی دارد به جدشون حضرت سیدالشهدا. حقیقتا اوصاف رو که در احادیث انسان میخواند و عبارات زیارت جامعه کبیره را تن انسان به لرزه در میاره. حداقل بنده غیر از روز عاشورا تحمل ندارم که اون فرازهایی که حضرت توصیف مقتل رو میکند بخوانم، و واقعا عباراتی است که تن انسان، مو بر بدن انسان راست میشه. عبارات رو که حضرت میفرماید، یک دو فرازش رو قرائت کردم، میفرماید امام زمان است، میفرماید جد من، میفرماید جد من، اگر زمان و زمانه نگذاشت که یادیت کنم در اون روزگار، فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. ببینید ندب رو من شب اول عرض کردم، تکرار میکنم فقط به متوجه بشید که چرا لعنت شامل حال امت میشود و چرا با ظهور قائم است که این لعنت برداشته میشود از امت. میفرماید جد من هر صبح و شب اندوبن نکرد. ندب در زبان عربی، به عرب اولین بار که خبر میدن عزیزش مرده است، دو دستش رو بر صورت میزند، آنچنان بر صورت میزند که این گونه ها سرخ میشود و به کبودی، جای کبودی میماند. یک بار، همون دفعه اول که خبر میدن، امام زمان میفرماید جد من فلأندبنک صباحا و مساء، صبح و شب کارم اینه که آنچنان به سر و صورت. امام زمان رو شما تصور بکنید، فقط صحنه رو حضرت بر مزار سیدالشهدا حاضر باشن و این چنین بر سر و صورت بزنن.
ولأندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما. و بر توی سید الشهدا جد من به جای اشک خون گریه میکنم، نه اشک گریه کنم، خون گریه میکنم. چقدر انسان باید گریه کنه که اشک تبدیل به خون بشه؟ بنده نه جایی ندیدم کسی تجربه کرده باشه این رو، ولی از نظر علمی ممکنه انقدر انسان اشک بریزه که این مجاری اشک خوش بشه، زخم بشه و باعث بشه این شوری، این املاح، این مجاری رو زخم کنه و خون از این مجاری اشک به جای اشک خون خارج بشه، یا آب خون خارج بشه، حداقل خونابه خارج بشه. چقدر گریه میخواد؟ تلهفن لمان دهاک. تلهف، اینم یک بخشی که عرض میکنم عبارات تکان دهنده است. تلهف حالتی رو میگویند که عرب بر مزار مردگانش که حاضر میشود آنقدر سر خود را به سنگ قبر میکوبد که این سر شکاف برمیداره، باد میکنه، زخم میشه. میفرماید امام زمان آنقدر صبح و شام میکوبم حتی اموت فی لوعت المصاب، تا بمیرم در این غم، در این غصه، در این اندوه. چه مصیبتی است؟ خدا فقط. حالا عرض میکنم انشاءالله در اربعین امام زمان چهار صنف از ملائکه رو زائران حرم سیدالشهدا توصیف میکنه. امشب فرصتش نیست، اجازه بدید بعدا انشاءالله در مناسبت اربعین عرض خواهم کرد. این احوال امت، و این پس شد یک معنی سیاه روزی و احوال امت که در او زندگی میکنن در این عصر و روزگار. حالا این چه دلیلی داره؟ اینی که پیامبر این امت نفرین کرد این امت را به خاطر این کاری که میکنند. نفرین پیامبر، لعنت پیامبر. ببین لعنت یعنی این که خداوند انسان رو از رحمت خود محروم کند، رحمت خداوندی شامل حال انسان نشود. و بعضی لعنت رو حتی به معنی این گرفتند که دشنام، دشنام یعنی توصیف امت به وصفی که هستن. مثلا به یکی بگید معذرت میخوام، به یک انسان بگید بیغیرت، واقعا هم طرف بیغیرت باشه، به این میگن دشنام. میفرماید که خداوند، در خداوندی که یزکیهم، پیامبر فرستاده یزکیهم، یعلمهم الکتاب والحکمه، لا تسبوا الذین کفر و فیسبون آلهتکم اینا، اما خداوند به این امت بیغیرت حتی ناسزا هم میگوید، یعنی لعنت به این معنا هم امت را میکند به خاطر اینکه کردن. دو روایت عرض میکنم، دو حدیث از منابع سنی، شیعه هم نیست، چون برخی ایراد گرفتن یا توصیه کردند که ما از منابع سنی هم بیاریم، گرچه بنده خودم رو متعهد به چنین چیزی نمیدانم، اما دو حدیث شریف از پیامبر اکرم میان که پیامبر لعنت خاص بر امتی فرستاد که نه تنها سید الشهدا را شهید کنند. ببینید و لیل اذایس، این که خداوند به این شب سوگند یاد میکنه باید یک شبی باشه نه مثل همه شبها، یک شب بسیار گرانی باشد که خداوند به صبح شدن این چنین شبی سوگند یاد میکنه. چه شبی است؟ شبی که پیامبر با نفرین خودش این امت رو هشدار داد، حجت رو بارها تمام کرد. در کنز الامال متقی هندی، عالم سنی است، حنفی مذهب است، نقل می کند که پیامبر اکرم در مسجد نشسته بودند، در حال خواندن دعا، یک بار حضرت سید الشهدا آمدند، در مسجد وارد شده. حضرت سید الشهدا اون زمان کودکی هستند، چهار یا پنج ساله، حالا روایت مختلف. وارد شدند، جدی یا رسول الله، از در مسجد که وارد شد حضرت صدا زد جدی یا رسول الله. میگه آنچنان چهره پیامبر گشاده شد صدای حسین را که شنید، دعا رو قطع کرد، یا ولدی یا حسین، حسین ابن علی را در آغوش گرفت، سینه به سینه حسین ابن علی چسبانده است
بعضی اشکال گرفتن که آقا چرا دعا رو قطع کردی؟ دعا سخن با خداوند است، چرا دعا رو قطع کردی؟ فرمود ان هذا آیت الله العظمى، این که در میان دستان من است میبینید، بزرگترین عظما یعنی صفت برترین در زبان عرب، غیر اعظمه. اعظم یعنی یکی بهتر از کسی دیگری، اما عظما یعنی آنچه برترین چیز است. برترین آیه خداوند است حسین ابن علی، آن که در میان دستان من و در آغوش من است. اینا همه هشدار به این امت، ببینید امت چه میکنید بعد از من با فرزند من. بعد از ادامه میدهند، خطاب میکند وای حکم یا قوم، وای بر شما قوم من، چرا یا رسول الله، ابنی هذا یقتل به ارض من العراق یقال لها کربلا، این فرزند من در سرزمینی در عراق به شهادت میرسند. ویل لامت تقتله، وای بر امتی که او را میکشند. و ویل لمن لا ینصره، وای بر امتی که او را یاری نمیکنند. وای بر امتی که او را یاری نمیکنند. فیحرم الله نعمته و رحمته و برکته، رحمت غیر رحمانیت خداوند غیر از رحیمیتشه. رحمانیت شامل حال همه میشه. پیامبر میفرماید این امتی که این کار رو کردن، حتی خداوند اون رحمت عامش رو هم محرومشون میکنه. مردمی که این چنین کردن با این آیه برترین آیه خداوندی، بعد حضرت ادامه میدهند. اینجا یک بخش کلامه، بخش دیگه این دیالوگ ادامه پیدا میکنه در کجا؟ در خانه صدیقه کبری صلوات الله و سلام علیها. وظیفه امروز بنده و شما و راز سیاه روزی امروز امت. حالا یکی ممکنه به سوال کنه که آقا خیلی خوب، لیل شبی که شامل حال اون امت شد به خاطر اینکه چنین کردن با پسر پیغمبرشون، چرا امتی که الان هست گناهش چیه؟ چرا اونا شامل حالشون شده این نفرین؟ حالا دلیلش رو پیامبر اکرم توضیح میدن. در خانه حضرت زهرا، حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه است، امیر مؤمنان است و پیامبر اکرم. حضرت سید الشهدا تعریف میکنه برای مادرشون که پیامبر چنین گفت، مادر گریه میکنند. برای مادر سخته، به کودک 4 ماهه 4 ساله 5 ساله خبر شهادتش رو پدرش، پدر بزرگ داره میده، خود فرزند هم داره روایت میکنه، جمع هم جمع خانوادگی، صحنه سختی صحنه، دردناکی صحنه رو تصور کنید و مجسم کنید خودتون. هر دو شروع میکنن گریه کردن و امیر مؤمنان هم که بعدن ملحق میشه شروع میکنن گریه کردن، آنچنان که صدا از خانه امیر مؤمنان بیرون میآید، جمع میشوند عده‌ای از همسایگان که چه خبره آقا، چی شده گریه میکنید شما؟ بعدن که ادامه پیدا میکنه میفرماید که گریه میکنیم بر مصیبت. حضرت زهرا سوال میکنند و مال اولائک الذین یأتون بعدهم، اما اونایی که بعد از این امت میان گناهشون چیه؟ اونا باید چه کار بکنن؟ بنده و شمایی که امروز اینجا نشستیم در مجلس سید الشهدا حاضر شدیم، چه کار باید بکنیم؟ میفرماید آنان که آنان هم دو گروه از دو حال خارج نیستن، یا یواسون الحسین، یواسون اهل البیت علی مصاب الحسین، یا با اهل بیت همدردی میکنند و این مناصرت اونهاست بر حسین، یاری حسین را این چنین تجسم میدهند. اگر نتوانستند در اون زمان حاضر بشوند، امام زمان، تعبیر امام زمان رو دقت بفرمایید، اگر نتوانستم در کربلا به جنگم چیکار میکنم؟ فلعندبنک صباحا و مساء، اون امت باید چیکار بکنه برای اینکه از لعنت و نفرین و اون شب سیاه بیاد بیرون؟ یندبون الحسین صباحا و مساء، شب و روز بر حسین ابن علی عزاداری میکنند، گریه میکنند، نام حسین، نام سید الشهدا که برده میشود، اشک در چشمان اون مؤمن، آن مسلمان حلقه میزند. حالا ببینید امت الان چه میکند. برید ببینید در کشورهای اسلامی اول محرم که میشود جشنها و پایکوبی ها چگونه است وضعیتش. بنده در سوریه بودم، در زینبیه 5 سال مشرف بودم. شب عاشورا
عروسی های خودشون رو میگذاشتن شب عاشورا. جلوی مجلس امام حسین ماشین عروس رد میکردن، بوق و هلهله و کف و دست و سوت. این حال امتی است که به لعنت گرفتار میشن و حال امت به این دلیل است به نفرین. پسر پیامبرتون، شما احترام پسر پیامبرتون حتی اگر شیعه نیستید، فرض کنید شیعه هم نیستید، آقا شیعه عقاید شیعه، امامت رو قبول ندارید، عدل رو قبول ندارید، مثل ما نماز نمیخونید، در مسئله خلافت هم نظر خودتون رو دارید، اما شما که منابع خودتون میگوید پسر پیامبر رو، پیامبر خودش به شما توصیه کرده است که این چنین کنید برای حسین، اگر نکنید به لعنت همون سلف گرفتار میشید، شما امت خلف، چرا نمی کند این امت؟ تک تک کشورهای اسلام، رادیوها رو نگاه کنید، تلویزیون ها رو نگاه کنید، رسانه ها رو نگاه کنید، بعضی ها بعضا تعمد میبینید، بعضی شبکه ها جشن میگیرن، بعضی دعوت به روزه داشتن میکنن روز عاشورا رو. این احوال امت اسلامی است، امتی که خود رو مسلمان میخواند. ناروا نام اسلامی اینه که واللیله، این شب نمیرسد به اذا یسر. همچنان این شب شبی از پی شبی، فتنه ها رو ببینید، کشتار ها رو ببینید، جنگ ها رو ببینید، نابسامانی ها رو ببینید، فقر ها رو ببینید، نگون بختی ها رو ببینید. لحظه ای نبود بعد از قتل سید الشهدا که این خط دقیقاً می شود یک خط پیوسته بدون قطع ترسیم کرد در کشورهای اسلامی از لحاظ زمانی، که این شب هیچگاه قطع نشده، یک روزگار روی آب خوش از گلوی این امت پایین نرفته. حتی اون و لحظاتی که شما میگن تمدن درخشان اسلامی، متاسفانه در کتابهای تاریخ ما به غلط هم می خوانیم تمدن درخشان اسلامی در کار نبوده. فریبی بیشتر نیست این تمدن درخشان اسلامی که اسمش رو میگذارن. هرچه بود مصادره حقوق مسلمانان بود، جان مسلمان حرمت نداشت، مال مسلمان حرمت نداشت، آبروی، بله در عرصه های شهرسازی که اون هم اسمش تمدن نیست، اون اسمش مدنیته. تمدن غیر مدنیت، تمدن یعنی امتی که رو به رشد باشه، رو به ترقی باشه. وقتی امت از یک نقطه علمی به یک نقطه علمی بالاتر رسید میگن تمدن بنا شده. اما وقتی شهرها آباد شد که این اسمش تمدن، این اسمش میگن مدنیت. شهرسازی پیشرفت کرده، بله شهرسازی در این روزگار پیشرفت کرده که دو همه جای دنیا پیشرفت کرد، کار فقط بین مسلمانان نبود. اما مسلمانان آنچه وضعیتشون و واقعشون بود تفرقه و پاره پاره شدن و به جان هم افتادن بود، که سید الشهدا روز عاشورا وقتی فریاد میزند الا من ناصر ینصرنا، هل من معین یعیننا، آیا یاریگری نیست، ناصری نیست، فرزندان الا من یذب عن حرم رسول الله، کسی نیست که دفاع کنه از حرم پیامبر، از حریم پیامبر، شما امت خجالت نمی کشید؟ هرچه فریاد می زند علی اصغر به میدان می آورد، امت به هوش نمی آن. علی اکبر اللهم اشهد انی بعثت الی هؤلاء القوم اشبه الناس لنبیک خلقا و خلقا، خداوند شاهد باش شبیه ترین خلقت به پیامبرت را علی اکبرم را فرستادم، عباس فرستادم، قاسم فرستادم، هر چه حجت میفرستد حسین ابن علی پاسخ نمیدهد این امت. آخر دست دست به آسمان میبرد اللهم بدد شملهم، خداوندا پاره پارهشون بگردان. امتی که قدر نه برای خودش حسین ابن علی، دغدغه خودش رو ندارد. از حضرت سوال کردن، دیدن حضرت قبل از اینکه تشریف ببرند به میدان در حال گریه کردن هستن، اونقدر گریه میکنن که اشک از محاسنشون جاری شده، اشک ها همینطور داره بر زمین میریزه. سوال کردن یا ابا عبدالله، شما که بشارت شهادت رو پیامبر به شما داده، امیر مؤمنان هم فرموده، حضرت زهرا هم فرموده، چرا گریه میکنی یا ابا عبدالله؟ فرمودن به خاطر خودم گریه نمیکنم، گریه میکنم به حال امتی که به خاطر کشتن من قرار از گمراه بشود، نفرین خداوندی شامل حالش بشود، از رحمت محروم بشود، همه به حال این امت گریه میکنم، به حال این گمراهی این امت گریه میکنم. دل رعوف امام اینچنین بر این امت میتبد.
همه می دانستند علی اصغر بردن گره ای از کار سید الشهدا باز نمی کنه از لحاظ گره های مادی و حساب و کتاب های مادی ما. چیکار میخواست بکنه؟ حالا میخواستن بگیرن آبش بدن، آبش هم که میدادن بالاخره چی میشد؟ این کودک هم میماند و ادامه پیدا میکرد. خب چه تأثیری در موازنه و معادله قوا به وجود میآورد؟ از نظر مادی بشیم حساب کتاب بکنیم، اگر این طفل 6 ماهه مظلوم علی اصغر صلوات الله و سلام علیه رو میگرفتند آبش میدادن چه اتفاقی میافتاد؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد. اما میخواهد نشان دهد سیدالشهدا ببینید به چه رزالتی رسیده اید شما امتی که مدعی پیروی از پیامبرتون هستید. ببینید کارتون به کجا رسیده است که به طفل 6 ماهه فرزند زهرا رحم نمی کنید. رحم نمی کنید، آب که نمیدید هیچ. از گلو تا گلویش علی اصغر بریده می شود که حضرت سیدالشهدا فرمود خون رو گرفتن به آسمان پرتاب کردن، فرمودن اگر قطره ای از این خون به زمین برسد می ترسم خداوند عذابی نازل کند بر این زمینیان که زمین و زمان در هم پیچیده شود. و لیلی که لیل ادامه پیدا می کنه و لیلی که سوگند قرآن، آقا سوگندهای خدا در قرآن نمیتونه به هر چیزهای همینطوری باشه. لیل رو مراجعه کنیم، من امشب دیگه اقوال مفسری رو نیوردم که لیل رو به چه چیزهایی میگن، منظور از شب چیه؟ شب 10 ذوالحجه، شب 9 ذوالحجه، شب عید فطر، نمیتونم شب عید قربان. خب چرا به این شبها خداوند باید قسم بخوره؟ وقتی شب سیاه این امت است، شب روزگار تیره این امت است که به صبح نمیرسد، هر چی دعا میکنن، چندین سال از دعا میکنیم، چقدر مسلمانان دعا کردن خدایا گره از کار امت ما باز کن، گره از مسلمانان رو پیروز، ولی چرا نمیشه؟ باید از خودش امت سوال کنه چرا ما به این وضعیم، ولی متاسفانه سوال نمیکنن. سوال که نمیکنن هیچ، امروز یک عده جاهل نادان و حقیقتا کافر پیدا میشه در تلویزیون با وقاحت در شبکه ماهواره میگوید امیرالمؤمنین، و من معذرت میخوام از این تعبیر، خیلی عذر میخوام، منبر امام حسین اجل شأنش از این میگوید امیرالمؤمنین یزید، با کمال وقاحت عالم مسلمان است، ادعای مسلمانی میکنه حداقل. خب شما میخواید، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه که آقا بابا این یزید چه کرد؟ این حسین ابن علی رو که مسئله فقط شیعه و سنی نیست، این لیلی است که یک معنی لیل که عرض کردیم شب سیاهی است که به خاطر این مسئله امت گرفتار شده. فقط این جمله رو عرض می‌کنم، پیامبر فرمود ان بعد قتل الحسین تهجم الفتن على امتی كقطع الليل المظلم، مانند تکه‌های شب سیاه، تاریکیش، قطع اللیل المظلم یعنی شبی که مهتاب هم نداره. شما شبی رو تصور کنید، شب تنها منبع روشنایی اگر نور و چراغ نباشه چیه؟ مهتاب در آسمانه. پیامبر میفرماید فتنه ها بخواد بعد از قتل حسین من بر امت من آنچنان هجوم میآورند، شب امت من آنچنان تیره و تار میشه که انگار مهتابی هم در این شب نیست، کورسوی امیدی هم نیست، مگر آنان که ایمان آوردند به حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف و ارواح نال تراب مقدمه. این یک شب، یک معنی شب که در روایات هست. اما شب دیگر، از زمانی که حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها باردار شدند به حضرت سیدالشهدا، امیرالمؤمنین میفرماید نبود لحظه‌ای که من اسم حسین را بیاورم. در جلوی چشم فاطمه زهرا صدیقه کبرا اشک از چشمانش جاری نشه. تا میگفتم حسین، های های زهرای مرضی صلوات الله و سلام علیها گریه میکرد. این شب دومی است که امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید بعد از قتل جدمان حسین ابن علی ما روز روشن، ما اهل بیت ندیدیم، هر چه چشم روزگار را در پیش چشمان ما تیره و تار کردند این امت. و تعبیر شب هم میکنند حضرات،
و اصرار عجیبی بر این مصیبت، شما مراجعه میکنید سیره تک تک ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیه رو علیهم اجمعین رو میبینید. حضرات وقتی نام سید الشهدا میومد، ابو حمزه سمالیس میگوید امام سجاد رو بعد از این که از کربلا برگشت ندیدم کاسه آب در دست بگیرد، عشق از چشمانش انقدر گریه میکرد حضرت که عشق با آب کاسه مخلوط میشد و عشق رو با آب میل میکردن حضرت. یک بار به حضرت گفتم یا امام، جان از بدن شما داره میاد بیرون، شما این حجم از گریه، این حجم از غم طبیعی نیست. میفرماید کاش در کربلا اجازه میداد پدرم و من سپر بلای حسین میشدم. نمیدانید امت چه کردند. امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید امت آتش زدند بر جگر تک تک ما اهل بیت. میفرماید ما ذکر الحسین ابن علی عند ابی عبدالله فی یوم قط فرؤی ابو عبدالله علیه السلام متبسمن فی ذلک الیوم الی اللیل. میگه هیچ روزی نبود که نام مقدس سید الشهدا بیاید جلوی امام صادق صلوات الله و سلام علیه تا آخر شب ببینند لبخند بر لب امام صادق است. امام علی ابن موسی رضا در یک حدیث شریف دیگر میفرماید کان ابی، یعنی امام کاظم سلام الله علیه، کان ابی اذا دخل شهر المحرم یا لا یرا ضاحکا و کانت الکعبه تغلب علی حتی یمضی منه عشرت ایام فکان یوم العاشر ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه. می فرماید امام کاظم را وقتی روز اول محرم می شد ما دیگه خنده بر لبشون نمی دیدیم. هر بار حضرت رو می دیدیم در حال گریه بودند و خواندن مصیبت و خواندن اشعاری در مرثیه جدشون حضرت سید الشهدا. هر وقت پدرم رو می دیدم گریه می کردن بر حضرت. از اول محرم روز دهم که می شد می دیدم حضرت پدرم سر به دیوار گذاشته، دستور داده بیان شاعران، بیان روزه خان، مرثیه خانان، بیان در مصیبت سید الشهدا. و از صبح عاشورا تا شب پدرم رو می دیدم سر به دیوار می کوبد تلهفن علیک، سر به دیوار می زند پدرم در مصیبت جدمون سید الشهدا. این حال تک تک امس. میخوام بگم شب اهل بیت، این شب اهل بیت است و لیل اذا، این وجه دوم شب است، تفسیر دوم شب است. منصور دوانیقی لعنت الله علیه دستور میده که خانه امام صادق صلوات الله و سلام علیه رو آتش بزنن. در یکی از ستمهایی که به امام صادق صلوات الله و سلام علیه میشه، یکیش اینه که منصور دستور میده که خانه حضرت رو به آتش بکشن. حضرت از خانه میاد بیرون، صحنه آتش گرفتن رو مشاهده میکنه، نگاه میکنه به آتش، شروع میکنه گریه کردن. یکی از اصحاب سوال میکنه، میگه شما اهل بیت که عادت دارید به این ستمها، این اولین بار نیست شما رو از منزل بیرون میکنند و این ستمها؟ میفرماید برای خودم گریه نمیکنم، به یاد اون لحظه ای هستم که بعد از ظهر عاشورا خیمه های جدم حسین رو آتش زدند، زنان و کودکان از این خیمه ها بیرون آمدند، در این صحرای سوزان با پای برهنه غریبانه بیار و یاور بی هیچ مدافعی از این خیمه به آن خیمه، این خیمه رو آتش می زدند به اون خیمه می رفتند. یکی صدا می زنه از دختران عین امن العباس، یکی صدا می زنه عین امنا علی الاکبر، عین ابونا الحسین، که هر کی صدا میزنه به یاد غربت جدم هستند. وای به حال این امت، نگذاشتند برای ما اهل بیت روز روشن، روز روشن را در جلوی چشمان ما شب تار کردند. بعدن لها اولاء القوم، دور باد رحمت خداوند از این قوم. و لیله، این لیله است، این لیله که قرار است منتظرند همه ببینند که شب و لیلی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید
در قلب ما آتشیست، آتشیست در جگر ما ائمه، که این آتش خنک نمی شود، به سردی و به خاموشی نمی رود مگر در دو موضع. یک، آنگاه که ببینیم تکیه زده است مهدی ما بر دیوار کعبه، صدا می زند یا لثارات الحسین، صدا می زند کجاست خونخواه حسین، کجاست خونخواه، کجایند خونخواهان ابا عبدالله. یک، و آنگاه دو، در صحرای محشر ببینیم مادرمان زهرای مرضیه را، سید الشهدا آمده است، سرش را در دست گرفته، صدا می زند من با شما امت چه کرده بودم مگر. آن وقت است که این شب ما می شود و لیل اذا یسر، این شب ما می شود صبح و سپیده و لیل اذا، این دو موزه است که شب ما ائمه و اهل بیت می شود صبح. و این آتش در سینه ما اهل بیت خاموش می شود. ابو حمزه صومالی است و اینو عرض می کنم و از همه التماس دعا دارم. خدمت امام صادق می رسد، روز عاشورا می بیند حضرت تکیه زده است به دیوار، گویی سنت است سر به دیوار کوبیدن، سر به محمل کوبیدن سنتی است که گذاشتند اهل بیت. می بیند حضرت تکیه به دیوار زده است، ذکری است بر لب، میگه نزدیک کردم گوشم رو، می فرماید وا جده، وا جده، وا ابا عبدالله، صدا می زند جدشون را. ابو حمزه می گوید رو کردم به حضرت، گفتم دلداری بدم، تسلی بدم، چیکار کنم، نمیدونم چیکار کنم. گفتم آقا علم یقتل عمک الحمزه، مگه عمویتون حمزه شهید نشده؟ شما اهل بیتی هستید که کرامتتون شهادت است، افتخارتون شهادت است، چرا اینقدر گریه میکنید؟ میفرماید بله ما شهید شدیم، اما کدام شهید ما بود که بعد از شهادتش سرش رو بر نیزه گذاشتند، از شهری به شهری بردند؟ کدام شهید از ما بود، از ما اهل بیت بود که خانوادهش رو حرکت می دادند، جلوی چشم خانواده سرهای بریده حرکت می دادند؟ کدام شهید از شهیدان ما بود که حمله کردن بعد از شهادت خیمه هاشو آتش زدن، گوشواره از گوش دختران کشیدن؟ کدام شهید ما بود که طفل شش ماهرشو هم شهید کردن؟ کدام شهید رو این چنین کردند؟ حمزه شنیدی؟ ابو حمزه شنیدی شهیدی از ما رو این چنین کرده باشن؟ به خدا قسم، همون حدیث ابوذر، به خدا قسم اگر در این مصیبت کسی جان از تنش به در رود، جان از بدن بیرون رفتن یعنی چی؟ یعنی مردن. اگر بمیرم، امام صادق میفرماید، امام زمان قرائت کردم در زیارت ناحیه مقدسه، حتی اموت فی لوعه المصاب و غصه الاحجاب، کرا دیدی حمزه، ابو حمزه، که این چنین کرده باشند با زن و فرزند و خانوادهش؟ ولی با جد ما سید الشهدا همه این کارها رو کردن، با زکریایی که سر از زنش جدا کردن، با خانواده زکریا این چنین نکردن، ولی با جد ما سید الشهدا این چنین کردن، یحیی بن زکریا، معذرت میخوام. اینه که میبینید در تعابیر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هم تعبیر لیل میشه. اما چه کسی قرار است این شب رو روز کند؟ و لیل اذا، یعنی اون لحظه ای که همون لحظه ای که مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف و ارواح نال تراب مقدم الفدا میفرماید یا لثارات الحسین، تکیه بر دیوار کعبه و یاور می طلبد، یاوران آماده اند، لشکریان آماده به خونخواهی سید الشهدا، اذا یسر اتفاق می افتد، شب تمام می شود و این آیه تعبیر و تفسیر می شود و این اون وقته که این شبی و این چنین یسری خداوند به او سوگند می خورد. و لیل اذا یسر، اینم آیه دیگری که در شأن حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه نازل شده است.
احادیث شریف دیگری در باب این که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین فرمودند این که این شب پایان این شب و این سیاهی با ظهور مهدی موعود است بود که فرصت نیست انشاءالله در مجالی دیگر و فرصتی دیگر خدمت بزرگواران عرض خواهم کرد. فقط ذکر مصیبت من این باشد امشب، چون نام نامی امام زمان صلوات الله و سلام علیه هم به میان آمد، امشب شب سوم است، اختصاص میدن به یکی از اصحاب. امشب رو اجازه بدید اختصاص بدم به حر ابن یزید ریاحی. حر راه در ابا عبدالله بس، میدونید حر یکی از، اگر بخواهیم بر اساس موازین مادی حساب بکنیم، حر یکی از کسانی است که بستن راهش بر سید الشهدا باعث شد حضرت در کربلا اقامت بگزیند و در نهایت عاشورا اتفاق بیفتد. سرنوشت حر در این میان سرنوشت عجیبی است و عبرت آموز، و حقیقتا خوندنش خودش یک مصیبت، همین که سرنوشت حر رو انسان بخواند. حر یک کاری کرد، راه رو بس بر سید الشهدا، همه این کارها رو کرد، فقط یک کاری از کارهای برجسته حر که باعث هدایت حر و توبه حر شد این بود که وقت اذان ظهر شد، حضرت سید الشهدا اذان، مؤذن اذان گفت، ایستادن به نماز. یک بار دیدن حر داره میاد، لشکریان حر آورده میخواد پشت سر حضرت نماز بخونه، از لشکر عبیدالله ابن زیاده. میگه که یکی از اصحاب سید الشهدا ظاهرا یا حبیب یا مسلم، چیکار میکنی اینجا حر؟ برید برای خودتون نماز بخونید. حر این جمله رو میگه، میگه چطور میتوانم نماز بخوانم و پسر فاطمه در جایی که پسر فاطمه باشد، من چطور میتونم به خودم اجازه بدهم که نماز بخوانم؟ نماز پشت سر پسر فاطمه فقط. احترام به کی؟ حضرت زهرای مرضیه صلوات الله و سلام علیها. امام سجاد صلوات الله و سلام علیه میفرماید همین احترام حر به مادرمان فاطمه سبب هدایتش شد. هدایتش شد که چی؟ روز عاشورا، خسته، پشیمان، با سر و صورت غبارآلود، دو کفش خودش رو، اون چکمه های نظامی رو گره به هم زده بر گردن انداخته، نشانه اوج خاکساری است در عربی. آمده سینخیز از چند آمده تا چند قدمی خیمه سید الشهدا، حر از صبح عاشورا هی میآمد، روی رفتن ندارد، هی میآمد برمیگرده، حر میاد برمیگرده. آخر کار علی اکبر حر رو میبینه، میگه حر اینجا چیکار داری؟ میگه نمیدونم، پشیمونم، ولی نمیدونم حسین ابن علی میبخشه منو یا نمیبخشه. علی اکبر وارد خیمه میشه، میبینه سید الشهدا خودش آمد بیرون از خیمه. بیا حر، در خانه ما باز است، در این خانه باز است برای آدم و بشر تا انتهای تاریخ. بیا حر. حر رو در آغوش میگیرد، پشیمانم، حر به دست و پای سید الشهدا میافتد. اما در این میان بنازم این دختر 3 ساله را که چه کسانی رو هدایت کرده این رقیه. حبیب از حر میپرسه حر چی شد تصمیم گرفتی بیای اینجا؟ میگه داشتم، چی شد عزمت؟ میگه از صبح هی میامدم، هی برمیگشتم، اما رسیدم نزدیکی های خیمه های حضرت، دیدم دختری داره درد و دل میکنه با عمش. میگه عمه، امروز اگر بابا بره به این میدان، بعد چه کسی بعد از بابا از ما دفاع میکنه؟ اون دختر کیه؟ دختر رقیه است، نگران، دل نگران باباست. حر به دست و پای سید الشهدا افتاده، یا حسین ابن علی مرا ببخش.
کجاست آن دختر که به پایش بیفتم؟ ببخش از او طلب آمرزش کنم که من راه بر شما بستم، بر شما خاندان پیامبر بستم. ببخشید مرا. العف خودش رو بر زمین می اندازد. این حر علی اکبر میگوید با یکی دیگر از اصحاب، یا مسلم یا مسلم اوسجه یا حبیب، زیر دو بغل حر رو گرفتیم. حر گفت این کفاره گناه من است، اگر بپذیرید من اولین کسی هستم، میخوام من اولین کسی باشم، حالا بعضی روایت هاست، که در راه شما شهید میشم. من میخوام از حریم شما و حریم این دختر دفاع کنم، اجازه بدید برم به میدان. میرود به میدان روز عاشورا، این حر توبه کرده و هدایت یافته به برکت سیدالشهدا و دختر 3 ساله سیدالشهدا، میرود به میدان حر، میجنگد، حر رو شهید میکنند. نیمه جانی دارد، رمقی دارد، صدا میزند یبن رسول الله، یبن فاطمه الزهرا، سلام میکند، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یبن رسول الله. امام حسین صلوات الله و سلام علیه رسم دارند، میرن بر سر تک تک اصحاب، تک تک یاران، میرن بر بالای سر حر، سر حر رو در آغوش میگیرن. میفرمایند حر میفرماید به امام حسین صلوات الله و سلام علیه، یا ابن رسول الله آمرزیده شدم، بخشیدی مرا. هنوز هم مطمئن نیست حر. حضرت میفرماید جزاک الله خیرا، خداوند جزای خیر به تو بدهد حر. لحظاتی نمیگذرد، حر در حالی که چشم در چشم حضرت دارد، خوشا به حالش، دستان حضرت بر چشمان حر، چشمان حر را می بندد و حر جان به جان آفرین تسلیم می کند. انا لله و انا الیه راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.